شمار قربانیان کرونا در ایران بیش از 980 نفر بر اساس آمارهای رسمی. در 60 دقیقه امشب میپرسیم چقدر به تولید واکسن کرونا نزدیک شده ایم. یک متخصص ایمنی شناسی در استودیوست تا به ما بگه که یافته های جدید درباره ویروس کرونا چقدر اهمیت دارن. همینطور در برنامه امشب، از بستن مرزها تا دعوای قرنطینه، چرا در مقابل کرونا هر کشوری راه خودش را می‌رود؟ و مصاحبه با خدای توییتر، خدایی که بین رهبران ایران و آمریکا هیچ کدام را نمی‌پسندد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در روزهایی که یک ویروس نوظهور ده ها میلیون نفر را در اقصی نقاط جهان در خانه ها محصور کرده، دانشمندان حرف های نوید بخش میزنند. متخصصان استرالیایی خبر دادند که نحوه واکنش سیستم ایمنی بدن انسان به ویروس کرونا 2019 را شناسایی کردند. در آمریکا هم واکسن تولید شده بر روی انسان آزمایش شد تا نتیجه آن محک زده شود. کرونا البته این روزها بیشتر از گذشته در حال تاخت و تاز است. در 24 ساعت اخیر حدود 700 نفر فقط در ایتالیا، ایران و اسپانیا جان دادند. بسیاری از دولت‌ها برای مبارزه با عوارض کرونا با تمام قدرت به میدان آمدند با تخصیص صدها میلیارد دلار اعتبار. در ایران هیچ نشانه‌ای از کنترل اوضاع دیده می‌شود؟ در جهان چه؟ عملکرد جدا جدای کشورها نتیجه خواهد داد یا نیاز به یک حرکت منسجم بین المللی است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از باران عباسی. مشهد حمله به آرامگاه امام هشتم. دیشب ساعتی بعد از تعطیلی موقت حرم برای جلوگیری از گسترش بیشتر کرونا. وضعیتی مشابه اینجا در قم. مقام‌های محلی میگویند شمار معترضان زیاد نبوده و سریع متفرق شدند. چند نفر هم دستگیر. تصمیمی که هفته‌ها طول کشید. به نظر می‌رسد از نگرانی وقوع چنین اعتراضهایی. اما بعد از سرایت کرونا از قم به همه استان‌های ایران، به نظر می‌رسد چاره‌ای برای حکومت نماند. هنوز هیچ شهری رسما در قرنطینه نیست، هرچند که از مردم خواسته شده در خانه بمانند. اینجا ابتدای بزرگراه تهران قم یکی از نقاطی است که از امروز مسافران تپسنجی میشوند. تمام خودروهایی که از این مسیر از تهران خارج میشن مورد سرنشینانش مورد بررسی قرار میگیرن. در صورت تب بالا اینها ارجاع میشن به عزیزان ما که از بهداشت مستقر هستن برای چکاپ بیشتر. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 125 نفر در اثر کرونا جان باختند و حدود 1200 مبتلا هم شناسایی شدند. به این ترتیب شمار رسمی کل جان باختگان به 988 نفر رسیده و بیش از 16000 مورد ابتلا تایید شده. به گفته وزارت بهداشت بیش از 5000 نفر هم بهبود یافتند. با این حال مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت در غرب آسیا که به تازگی به ایران سفر کرده میگوید شمار مبتلایان در ایران ممکن است 5 برابر آمار رسمی باشد. بزرگترین نقطه ضعف آنها اطلاعات است. آنها در حال افزایش امکاناتشان برای انجام آزمایش هستند و به زودی ارقام رسمی بالا خواهد رفت. یکی از نگرانی ها سلامت زندانیان در میانه این بحران است. قوه قضاییه میگوید تا امروز 85000 زندانی موقتا آزاد شدند، از جمله شماری از زندانیان سیاسی. بیش از 50% از زندانیان امنیتی نیز از مرخصی استفاده کردند. در خود بخشنامه عده‌ای از زندانیانی که آزادی اونها برای امنیت شهروندانمون مخاطره آمیزه بنا مرخصی داده نمیشه. نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین، هم ساعتی پیش به مدت 2 هفته به مرخصی آمد. این عکسی است که بعد از آزادی موقت از او منتشر شده. باید در این مدت پابند الکترونیکی به پا داشته باشد. با این حال بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی همچنان در زندانند. پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی همه زندانیان شده بود.
شماری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی ها در خطر بزرگی هستند. آنهایی که این بیماری را ندارند نگران شرایط زندان هستند. این نگرانی من هم هست. به همین خاطر از جمهوری اسلامی ایران خواستم که همه زندانیان را موقتا آزاد کند و محدودیت های تبعیض‌آمیز قائل نشود. سه هفته بعد از اعلام رسمی انتقال کرونا به ایران، حالا نشانه های جدی تر شدن تلاش ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس، تعطیلی مساجد، جوش دادن درهای حرم در قم و بازاری که در آستانه نوروز چهره ای متفاوت از هر سال دارد. باران عباسی، بی بی سی. بله، دانشمندان استرالیایی میگن که نحوه واکنش سیستم ایمنی به ویروس کرونا 2019 رو شناسایی کردن. یافته‌های اونها نشون میده که بهبود از کرونا 2019 مثل بهبود از آنفلوانزا است. پژوهشگرانی که این تحقیق رو انجام دادن میگن که این کشف بزرگه. دکتر امین مقدم متخصص ایمنی شناسی اینجا در استودیو با ما هستن. دکتر، پژوهش مؤسسه عفونت و ایمنی پیتر داکرتی در ملبورن میگه که مکانیزم رو داره توضیح میده. این چقدر ما رو به درمان کرونا نزدیک میکنه؟ اون چیزی که مهمه در بیماری عفونی اینه که ما بدونیم بدن چه سیستم، چه واکنش اختصاصی ایمنی نسبت به عامل این بیماری یا حالا باکتری در این حالت ویروس میتونه تولید کنه و این واکنش ایمنی چقدر مؤثره در از بین بردن این ویروس و تمام کردن این بیماری. این چیزی که اتفاق افتاده اینه که این پیشبینیه که ما می‌کردیم رو ثابت کرده که بدن قادر نسبت به این کرونا ویروس کرونا جدید که از حیوان به انسان سرایت کرده واکنش ایمنی اختصاصی درست کنه که در افرادی که بیماری درشون به حالت به اصطلاح شدید رخ نمیده و ریه‌هاشون کاملا از کار نمیفته نشون به ما میده. این تحقیق امروز نشون میده که این واکنش ایمنی میاد و از روز پنجم یا ششم هفتم شروع میشه، اوج میگیره و همزمان با اون ویروس رو از بین میبره، ویروس خارج میشه از سیستم گردش و از روی سلول ها و بعد از اون مریض شفا پیدا کرده و از بیمارستان رفته بیرون. این یعنی که با هم همراه بودن. وقتی که واکنش ایمنی اختصاصی ایجاد شده، ویروس هم ناپدید شده و بعد از اون مریض هم بهبود پیدا کرده. جالب. بعد ما گزارشایی داشتیم که گویا کسانی که بهبود پیدا کردن هم دوباره این بیماری رو گرفتن در مواردی. این پادزهری که بدن تولید میکنه چقدر در بدن میمونه؟ بله، ببینید دو همینطور که در این تحقیق هم نشون داده شده، معمولا بدن از دو طریق مختلف خیلی اختصاصی با ویروس مبارزه میکنه. یکی یک سلول های خاصی هستن که بهشون میگیم سلول های لنفوسیت تی که اینها میان و سلول های به اصطلاح آلوده به ویروس رو از بین میبرن و همینطور آنتیبادی یا پاتن که اونها میان به ویروس میچسبن و باعث میشن که ویروس به اصطلاح خونسا میشه و کاری نمیتونه بکنه. ما انتظار داریم که وقتی این دوتا واکنش انجام میشه ویروس هم از بین بره. مسئله‌ای که هست اینه که این واکنش‌ها چقدر سریع انجام میشن، چقدر سریع واکنش ایمنی به وجود میاد و تا چه اندازه میمونه. معمولا واکنش ایمنی اختصاصی مثل پاتن و این سلول ها تا ماه ها و حتی سال ها میمونن. مسئله که راجع به دوباره گرفتن ویروس شما مطرح کردید، این چیزی که باید بگم که ما هنوز نمیدونیم که تو این کیس هایی که دیدن که ویروس رو دوباره گرفتن، آیا ویروس هنوز از توسط این افراد ناقل بودن و ویروس رو پخش میکردن یا که دوباره اون رو گرفتن. این هنوز مشخص نیست. صحیح. در مورد واکسن چه؟ ما خبرهایی داشتیم که در شهر سیاتل در ایالت واشنگتن آمریکا واکسنی تولید شده و بر روی انسان تست شده. چقدر طول میکشه که بفهمیم واکسن جواب داده یا نه؟ ببینید، در حال حاضر که صحبت میکنیم ده ها پروژه واکسن در دنیا جریان داره، چند تاش در چین، چند تاش در اروپا و یک سری هم در آمریکا. این واکسن اخیری که شما صحبت می‌کنید واکسنی که با همکاری یک کمپانی خصوصی و NIH یا به اصطلاح سازمان ملی بهداشت آمریکا با هم انجام شده. کاری که کردن اینه که واکسن‌های آزمایشی باید از آزمایشات بسیار ابتدایی اول بگذرن، معمولا در حیوانات، و بعد از اون برن تو فاز 1 انسان، فاز 2، 3 و 4.
برای این واکسن این موضوع رو قائل شدن که به سرعت بدون آزمایش حیوانی وارد انسان شده و برای اولین بار تو انسان تست شده. الان فاز اوله. در فاز اول ما دو تا چیز رو می‌خوایم بدونیم. اون اینه که یک، این واکسن چقدر اون واکنش‌های ایمنی که الان راجع به صحبت کردیم رو ایجاد می‌کنه. دوم اینکه چقدر امنه و به اصطلاح عوارض جانبی نخواهد داشت. معمولا این چند ماه طول میکشه فاز اول رو تموم کنه و بعد از اون باید بره رو فاز دو و سه و چهار. پس حرف از چند ماه تا ممکنه که یک ساله اگر بخوایم امید ببندیم به این واکسن ها، راه حل فوری مثلا ظرف چند هفته نیست. نه، هیچ نوع واکسن در تاریخ به اصطلاح ایمنی شناسی و واکسن سازی هیچ واکسنی به این سرعت تهیه نشده، مخصوصا در زمان در دوران مدرن. ما واکسنی رو که از تمام به اصطلاح بندهای رگولیتوری یا تنظیمی بخوایم رهاش کنیم و به اصطلاح بوروکراسی رو بذاریم کنار، این واکسن ها هر چقدر هم قرار باشه که به سرعت وارد بازار بشن، زودتر از 18 ماه معمولا این اتفاق نخواهد افتاد. کدوم کشورها از نظر شما آقای دکتر تا این مرحله برای مهار این بیماری بهتر عمل کردن؟ میدونیم که مشکلی جهانیه. ببینید، این سوال یه مقدار مشکلیه و جواب دادن بسیار سریع بهش باید بگم که بستگی داره که ما فکر کنیم که جواب خوب چیه. اگه فکر کنیم جواب خوب اینه که این بیماری رو در همون ابتدا به اصطلاح خفه کنیم و نذاریم که پا بگیره، خب کره جنوبی و چین طبیعتاً اول هستن. ولی اگه فکر کنیم که یه سری کشورها نمیتونستن با اون رفتاری که کره جنوبی و یا اون امکاناتو نداشتن یا از قبل برنامه‌ریزی نکرده بودن یا از لحاظ اقتصادی بهشون این موضوع اجازه نمیداد، به هر حال کشورهای مثل ایتالیا و آلمان و انگلیس دارن کارهایی میکنن که حداقل تعداد بیماری رو کم کنن. آقای دکتر، در نهایت اگه بخواید یک توصیه بکنید صرف نظر از اینکه مخاطبتون چه فردی یا نهادی باشه، در این شرایط چی میگید؟ توصیه برای مردم واقعا اینه که پیروی کردن از توصیه های بسیار ساده بهداشتی که انجام دادنش به اونها برای چند هفته چند ماه گاهی مشکله، بسیار اساسیه. تمام مطالعاتی که در ظرف این چند ماه و مدلینگ هایی که ارائه شده نشون میده که بیشتر از همه چی رعایت بهداشت، شستن دست و عدم به اصطلاح تماس نزدیک یکی از مهمترین به اصطلاح عوامل در توقف دادن اپیدمی ها. ممنونم از دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی. و اما بعد از مدت‌ها کشمکش، درهای چهار مکان مذهبی ایران برای مقابله با شیوع گسترده کرونا به روی زائران بسته شد. حرم امام رضا در مشهد، حرم حضرت معصومه و مسجد جمکران در قم و همینطور حرم عبدالعظیم در شهر ری از جمله این مکان‌ها بودند. همزمان تصاویری از شکستن در حرم حضرت معصومه از طرف شماری از زائران معترض به بسته شدن این مکان منتشر شد. یکی از مسائل این روزهای ایران دور کردن زائران از مکانهای مذهبی است. با کسانی که برای باز کردن در حرم هجوم میبرند چه باید کرد و نقش روحانیون اینجا چیه؟ محسن کدیور، استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی از شهر دورهام با ما هستند. آقای کدیور، ویروس کرونا کشورهای زیادی رو در مضیقه قرار داده، اقتصاد و سیاست رو به واکنش واداشته. به نظر میاد که مذهب و متولیان مذهبی هم در شرایط سختی قرار گرفتن، این تو فکر نمی کنید؟ از یک حس بله، از یک حس خیر. اون افراد دینی، علمای دینی که بصیرت دارند و با علوم جدید مشکلی ندارند و زمانشون رو میفهمند، خب توصیه کردند که از دستورات مسئولان پزشکی و بهداشتی پیروی بشه. اما عده‌ای خشک مغز، نادان، جاهل افرادی بودند که در این ویدیوها هم مشاهده شد و اینها تمرد کردند، قانون شکنی کردند، وهم دین و مذهب هستند. من میتونم بگم سه جهالت در اینها کاملا قابل تجزیه است. یکی جهالت علمی، یکی جهالت دینی، یکی جهالت مذهبی. جهالت علمی، اینا چون ویروس و میکروب رو نمیبینن خیال میکنن وجود نداره. آیا زمانی که سیل آمد یا زمانی که هواپیماهای صدام داشتن قم و مشهد و شهرهای دیگه رو بمباران میکردن، اینها میرفتن توی حرم مثلا سنگر میگرفتن، خب اینا فرار کردن.
شهر قم من اون زمان از جنوب برگشتم به قم مثل شهر اشباح بود، هیچ که درش وجود نداشت، چون مردم باور کرده بودند که حرم و غیر حرم هیچ فرقی ندارد، هر دو میتونه مشمول بلای طبیعی یا بلای انسانی مثل بمباران امثال اون بشه. اما این افراد فکر میکنن به خاطر جهالت نمیدونن که این مکان با مکانهای دیگه هیچ فرقی نداره. از اون سمت مگه مقدسترین مکان برای مسلمون ها مکه و مدینه نیست؟ آیا بستن در مسجد الحرام یا مسجد النبی خلاف شونات شرعیه؟ تو همه کتابای فقهی نوشته شده اگر مرض واگیردار بگیره یا بلایای دیگری پیدا بشه در اون زمان حج حرام میشه. هم فقها فتوا دادن حرام میشه در اون زمان رفتن. چرا؟ چون جان مردم از مسئله انجام فریضه واجب تره. خب الان میبینیم که متاسفانه یک مکانهایی برای این افراد جاهل مقدستر از مکه و مدینه شده. حالا حرم ائمه هم به جای خودش اونها هم مقدستر از مکه و مدینه، مسجد الحرام و مسجد النبی نیستن. چه برسه به امامزاده ها که اینا هیچ کدوم از این قداست هایی که ذکر شده در کتاب ها نوشته شده اینها دلیل معتبر نداره و این مکانها با مکانهایش تفاوتی نداره. آقای کدیور، مسئله از جهات جهانی هم هست، در کلیساها هم چنین اتفاقهایی در روزهای اخیر افتاده، در بعضی از معابد هم همینطور گزارش های متعددی داشتیم. در چنین شرایطی چیکار میشه کرد با طیف مذهبی جامعه که چنین باورهایی دارند؟ اعمال محدودیت های بیشتر یا حالا قائل شدن نوعی از آزادی برای اونها؟ حالا در کشور ما جایی که باید آزادی قائل باشند، آزادی ها رو خلاف قانون محدود میکنن. جایی که باید بر طبق قانون محدودیت ایجاد بکنن اون زمان آزادی خواه میشن، مثل جریان الان. قرنطینه در اکثر کشورهای دیگه اعمال شده، مردم هم طبق نظرسنجی های معتبری که داخل کشور صورت گرفته بیش از 80%شون با قرنطینه موافقن و معتقد هستن شهر قم که اولین مرکز پخش ویروس کرونا در ایران بوده باید در همون ابتدا، یعنی اواخر بهمن که اینا تازه فهمیده بودن، باید قرنطینه میشد. نکردن. باید نمازهای جمعه زودتر از این و همه تجمعات زودتر از این تعطیل میشد. دیر کرد، اقدام کردن. اوایل اسفند اولین فوتی های قم رو داشتیم، الان اواخر اسفند تازه دارن در حرم رو میبندن. خب این تاخیرها رو کی میخواد جواب بده؟ وزیر بهداشت از همون اول گفت رأی ما بسته شدن حرم ها بوده، ما مخالفت کردن. چه کسانی مخالفت کردن؟ آخه توی این ستاد عالی کرونا غیر از نمایندگان مقام رهبری کس دیگری هست؟ یا نماینده منصوب ایشون هستن یا کسانی هستن که بالاخره ازشون دستور میبرن. آقای خامنه ای زود بیش از همه الان در این زمینه مسئول هستند که به شکل قانونی با دست پرورده های خودشون مقابله کنند. این افراد همون گروه های فشار هستند که در به همه تجمعات مردمی حمله کردند و الان فی الواقع مقابل کسانی که اونها رو ساختن قد علم کردند. آقای کدیور، گفتید که تعدادی از روحانیون با این موضوع مخالفند، ولی چندان از اونها نمیشنیم، خصوصا چهرهای سرشناسشون، مثلا مراجع تقلید. اگر اونها فرض بفرمایید به یک باره فتوایی صادر بکنن از اون فتوایی که شما بهش اشاره کردید، ممکن نیست که نظرات رو عوض بکنه؟ خوشبختانه از هیچ مرجع مذهبی ما تا کنون، از مراجع شیعه تا کنون، یک کلمه در دفاع از این اقدام‌های جاهلانه نشدیم. وبسایت‌هاشون هست، هیچ کسی حمایت نکرد. منم موافق هستم، ای کاش مانند فرض بکنید آقای ثانی، آقای زنجانی، آقای بیات زنجانی که اجمالا گفتند که مخالفت کردند با برخی از این موارد، بقیه هم می آمدند و مخالفت علنی خودشون رو ابراز می کردند. این انتقاد به اونها وارده، اما یادمون باشه کسانی که کارا رو می کنن فلواقع پیرو مراجع نیستن، اینها دنبال خط نوحه خان ها هستن، مداحان هستن. در زمان مرحوم آقای بروجردی ایشون انتقاد کردن از برخی مراسم عزاداری، این آقایون عزادار بهشون گفتن، این نقل شده ما از اساتیدمون شنیدیم، گفتن آقا ما 364 روز مقلد شما هستیم، یک روز شما مقلد ما باشید. حالا در واقعش اینها همون افرادی هستن که اصلا زبان مرجعیت هم سالم رو متوجه نمیشن، اگرچه انتقاد به اونها وارد. من کلمه آخرم اینجا عرض بکنم، این از کار مارکس ما شنیده بودیم، دین افیون توده هاست.
این کسانی که اینجوری دارن دینداری میکنن فلواقع مصداق بارز همون حرفی هستن که مارکس زده بود. کسی که میره ذریح میبوسه در زمانی که ویروس کرونا پخش میشه، کسی که میره در حرم حضرت معصومه رو میشکنه، فلواقع این باید محاکمه بشه و بدونن همه که این کارا وهن مذهبه، این کارا علیه دین و مذهب خواهد بود و نه هیچ فایده دیگری نخواهد داشت. ممنونم از محسن کدیور، استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی از شهر دورهام با ما. در آمریکا هم تمهیدات دولتی و محلی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا شتاب بیشتری گرفته. رئیس جمهوری آمریکا از مردم خواسته بیش از 10 نفر یک جا جمع نشوند و از سالخوردگان و کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند خواسته که در خانه بمانند. مقام‌های ایالت کالیفرنیا هم به همه ساکنان گفتند که در خانه بمانند. آمار ثبت شده از مبتلایان به کرونا در آمریکا به 4800 نفر نزدیک می شود و گزارش شده که تاکنون 93 نفر هم جانشان را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند. همکارم هادی نیلی از واشنگتن با ماست. هادی، گذشته از خبر اول از حال و هوای پایتخت آمریکا بگو، شاهد چه فضایی هستی؟ الان وسط هفته است ولی شهر بیشتر شبیه روزهای آخر هفته است، روزهای تعطیل. شهری که معمولا توش جای پارک به سختی پیدا میشه، تقریبا تمام پارکینگ ها حداقل نصفشون کنار خیابون آزاد هست، رفت آمدی در خیابان نیست. من خودم معمولا با مترو رفت آمد میکنم، طبق توصیه ها با خودروی شخصی اومدم. در خیابون ها چندان رفت آمدی نیست، ترافیکی وجود نداره، همینجور متروها خیلی خلوت شده و در این حال ما می‌بینیم که به نوعی در واقع مدرسه ها هم همینجور در این مناطق بوده که مدرسه ها هم تعطیل شده، رستوران ها تعطیل شده، فقط غذای بیرون بر میتونن بدن و مشخصا مقام های ایالتی و محلی توصیه کردن که افراد تا جایی که ممکنه فقط برای کارهای اضطراری از خونه خارج بشن یا کسانی که مثل ما برای کار ناچارن که سر کار بیان، به هر حال با رعایت مسائل بهداشتی باشه. خیلی ها فرصت رو ایجاد کردن برای کارکنانشون که از دور کار بکنند، فرصت دورکاری فراهم شده براشون. در این حال هنوز وضعیت مثلا وضعیت کالیفرنیا نیست، ایالتی که در اون مشخصا به شهروندان گفتن که پناه بگیرن، یعنی تا جای ممکن از خونه خارج نشن. مثلا ایالت نیویورک که فرماندارش همین دقایق پیش صحبت میکرد گفت هنوز چنین تصمیمی نگرفتن برای این ایالت، ولی خب به طور کلی دارن تلاش میکنن که تا جای ممکن معاشرت ها و حضور مردم در اجتماع حداقل به طور حضوری کمتر بشه. خود مردم برای کاستن از فشارها در آمریکا چه میکنند؟ خیلی از گروه های خیریه، گروه های مدنی، سازمان های مردم نهاد در این روزها دارن تلاش میکنن که بیشتر ارتباط بگیرن با افراد، داوطلبان بیشتری جذب کنن برای مثلا وقتی که کسانی هستن که سالمندن یا کسانی هستن که به خاطر بیماری های زمینه ای اصلا نباید از خونه خارج بشن، طبق توصیه ها بشه به این افراد کمک کرد، بشه بهشون مثلا مواد غذایی لازمشون رو رسون، براشون خرید کرد. همینطور مثلا شرکت برق وقتی که به طور منطقه‌ای اعلام کرده که به افراد اجازه میده که عقب بندازن پرداخت قبضشون رو و جریمه ای ازشون نمیگیره بابت این، در این حال داره از کسانی که میتونن قبضشون رو پرداخت بکنن یا حتی میتونن بیشتر پرداخت بکنن پیش از موعد، ازشون خواسته این کار رو بکنن که شرکت برق بتونه اون کسانی که نمیتونن قبض برقشون رو بدن رو یه جوری جبران بکنه. به طور کلی به نظر میرسه که خود گروه های اجتماعی، گروه های مدنی هم فعال شدن در این مورد، هم در مورد اطلاع رسانی، چون بعضی ها ممکنه که دسترسیشون به رسانه ها لزوماً مشابه همسایهشون نباشه، لزوماً مشابه کسی که کارش درگیر با رسانه هاست نباشه، هم اطلاع بدن بهشون و هم بهشون اطمینان خاطر بدن که حداقل تا جایی که بتونن بهشون کمک بکنن این مدت که در خانه هستند مایحتاجشون تامین بشه. یک نگرانی که در مورد اقتصاد آمریکا وجود داشته این بوده که شاید این اوضاع باعث بحران اقتصادی بشه، باعث رکود بشه، موضوعی که احتمالش رئیس جمهور آمریکا رد نکرد دیروز در کنفرانس خبریش. و الان دولت آمریکا میگه که داره طرحی رو بررسی میکنه، جزء گزینه‌هاش هست که حتی برای آمریکایی‌هایی که درآمدشون کم میشه در این روزها که پرتعداد هم هستند بتونه مستقیم چک بفرسته دم خونه‌شون، طرحی که باید البته در کنگره هم رأی بیاره. بعضیا گمانه‌زنی کردن که دولت آمریکا ممکنه که تا 850 میلیارد دلار کمک بخواد از کنگره برای تمهیدات مالی که جلوی بحران مالی در جلوی بحران اقتصادی در آمریکا رو بگیره. قبل از اینکه موضوع
کرونا تا این اندازه جدی بشه، حال هوای آمریکا انتخاباتی بود. از اون چه خبر؟ معلوم هست که کار انتخابات و رقابت ها به کجا خواهد کشید با این اوضاع و احوال؟ اتفاقا همین امروز در 4 ایالت آمریکا حزب دموکرات رای گیری درون حزبی داشت برای اینکه رای دهندگان بتونن انتخاب بکنن بین برنی سندرز سناتور چپگرا و جو بایدن معاون اول باراک اوباما در ریاست جمهوریش. از این 4 ایالت یکیشون اوهایو که خیلی هم پرتعداد بوده، شیوع محلی در اون، فرماندارش خلاف نظر برگزار کنندگان انتخابات تصمیم گرفت که این رأی‌گیری رو عقب بندازه، به تابستان بندازه. در 3 ایالت دیگه فلوریدا و 2 ایالت دیگه که داره برگزار میشه همچنان رأی‌گیری در جریان بوده، ولی ما تصاویر و عکسایی که میدیدیم حتی حاضران در صندوق رأی همشون حاضر نشده بودند، صندوق های رأی همش آماده نبود. یعنی لزوما انتخابات و رأی‌گیری در اون حزبی در این 3 ایالت دیگه هم اونطور که برنامه‌ریزی شده بود پیش نرفته. به نظر می رسه خیلی از برنامه‌های انتخاباتی تحت تاثیر قرار گرفته. همین الان دیگه از وقتی که از 10 روز پیش، هفته پیش که جدی شد خبررسانی در مورد شیوع کرونا در آمریکا، دیگه تجمع انتخاباتی برگزار نشده، نشست انتخاباتی برگزار نشده، حتی مناظره روز یک شنبه دو رقیب حزب دموکرات هم بدون حضور تماشاچی و با فاصله خیلی بیشتر از همدیگه برگزار شد. ممنونم از هادی نیلی. بحران کرونا خیلی سریع ابعادی جهانی پیدا کرد، ولی از راه حل جهانی خبری نبود. به رغم اینکه سازمان جهانی بهداشت توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی در این زمینه منتشر کرد، ولی کماکان روش دولت‌ها مختلف در مواجهه با این ویروس شباهتی به همدیگه نداره و هر کس هم ساز خودش رو می‌زنه. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. روزهای اول بیشتر مایه شوخی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بود، اما حالا شبیه فیلم‌های سورئال با تم‌های آخرالزمانی شده. این خیابان‌ها از ترس ویروس کرونا خالی شدند و هر روز ویدیوهای شبیه به این توسط خبرگزاری‌های جهان منتشر می‌شوند. از بازار خالی استانبول تا پلیس‌های بیکار در نزدیکی برج ایفل یا تراموای خالی در وین، کار به جایی رسید که پاپ برای میدان خالی دعا خواند و بسیاری از مسلمانان مکه را برای نخستین بار این چنین دیدند. ویروس کرونا با سرعتی دور از انتظار در دنیا پخش شد و ظرف کمتر از 50 روز به گوشه گوشه جهان رسید. حالا دیگر تعداد مبتلایان به مرز 200,000 نفر رسیده و با هزاران کشته‌ای که تا همین امروز بر جای مانده، شیوع این ویروس و بیماری کووید 19 به یکی از جدی‌ترین بحران‌های بهداشتی قرن 21 تبدیل شده. از همان ابتدا نگاه برخی به این سازمان و رؤسایش بود. سازمان جهانی بهداشت که به عنوان بزرگترین نهاد بین‌المللی پیگیر بهداشت در جهان، بخشی از سازمان‌های ویژه و نیمه خودمختار زیرمجموعه سازمان ملل محسوب می‌شود. نگرانی سازمان جهانی بهداشت هم اینجا بود. هواپیماهایی که می‌توانستند با سرعت ویروس را در جهان منتشر کنند. سازمان بهداشت جهانی در قدم اول در صدور هشدارهای قاطع در مورد پرواز هواپیماهای مسافربری تعلل کرد. و وقتی هم که این سازمان به خودش آمد و هشدارهایی منتشر کرد، گوش کسی بدهکار نبود. کمابیش هر کشوری راه خودش را رفت. یک جا همه پروازها به چین لغو شد، یک جا هم در اوج بحران حتی به ووهان پرواز داشت. ضمن اینکه انواع و اقسام هشدارهای مسافرتی هم منتشر شد که کشور به کشور فرق می‌کرد. به بیان دیگر، معیارهای توصیه‌ها و مقررات سلامتی و بهداشت، پاسپورت و شهروندی انسان‌ها بود، نه انسان بودنشان. مسئله‌ای که از نگاه برخی نخبگان سیاسی دور نماند، از آن جمله گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، که در مقاله‌ای در روزنامه گاردین به این مسئله پرداخت. آقای براون در این مقاله تصویری از جهان ارائه کرده که در آن رهبر واحدی وجود ندارد و هر کس تمایل دارد خودش به سرنوشت خودش رسیدگی کند. یک جامعه بین المللی پر از هرج و مرج که از همکاری گسترده بین المللی و هماهنگی کارآمد و مؤثر خبری نیست. پیشبینی تأثیرات درازمدت شیوع کرونا بر روابط بین کشورها یا قدرت و نفوذ سازمان‌های بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر آسان نیست.
اما تا همینجا فقدان یک نهاد حاکمیتی فراملی برای کنترل بحرانی شبیه به ویروس کرونا اثرات مشهودی داشته. از جمله اینکه این ویروس قربانیان زیادی بر جای گذاشته. محدود کردن شیوع جهانی آن شکست خورده. دسترسی انسانها به خدمات درمانی و داروهای حالیت بحرانی یکسان نیست. چشمنداز روشنی از کشف و در دسترس بودن واکسن برای همه وجود ندارد و بسیاری کشورها در درمان دردهای اقتصادی این بحران نیز دست تنها خواهند بود. کیوان حسینی در استودیو با ماست، بیشتر در این باره حرف بزنیم. کشورها به صورت جدا جدا و انفرادی خب کارهای زیادی کردند، اشاره شد. چرا حرف از یک حرکت بین المللی و اقدام مشترک جدی نیست به اون صورت؟ مهمترین مسئله‌ای که در ارتباط به اقدامات سازمان جهانی بهداشت وجود داره این هستش که این سازمان میتونه تصمیم گیری بکنه، با دانشمندان ارتباط برقرار بکنه، منابعی داره که کمیته هایی رو تشکیل بده و تحقیقاتی انجام بده و بعد توصیه هایی به تک تک این کشورها بکنه، اما ضمانت اجرایی برای تک تک این توصیه ها وجود نداره و برای همین نمیتونه تصمیمات بزرگی بگیره. مثلا وقتی که در ووهان این ویروس کشف میشه و بعد این بحث مطرح میشه که آیا پروازها به ووهان باید لغو بشه یا نه، مسئله که تو ایران هم ما خیلی دربارش صحبت‌هایی رو دیدیم در رسانه‌ها و در دولت جمهوری اسلامی اختلاف نظرهایی هم در ارتباطش شکل گرفت، سازمان بهداشت جهانی نمیتونه بیاد بگه که تمام این پروازها لغو بشه، حتی پروازهای بین المللی، و حتی اگر بگه هم کسی لزوما گوش نمی‌کنه. چرا اینطوره؟ چرا در حقیقت حرف سازمان بهداشت جهانی برد کافی و لازم رو نداره، در حالی که میدونیم بعضی از سازمان‌های بین‌المللی قدرت زیادی دارن؟ فکر می‌کنم مهمترین قضیه‌اش در ارتباط با ضمانت اجرایی اون هستش که ابزارهایی رو نداره که بتونه این کشورها رو مجبور بکنه، چون در نهایت حاکمیت ملی کشورها که دست خودشون هست. یک مورد استثنایی در کل این نظم جهانی وجود داره و اون هم اتحادیه اروپا هست که برخی از کشورهای عضو به شکل محدودی بخشی از حاکمیت خودشون رو، حاکمیت ملی خودشون رو منتقل کردند به نهاد اتحادیه اروپا، به ویژه کمیسیون اروپایی. در باقی موارد همه کشورها حاکمیت ملی خودشون رو دارند و اونجایی که برخی سازمان‌های بین‌المللی مثل مثلا شورای امنیت یا صندوق بین‌المللی پول موفق میشن که آنچه رو که فکر میکنن درست هست اجرا بکنن و کشورها هم ناچار میشن گوش بکنن، دلیلش این هستش که ابزارهای کافی دارن. به عنوان مثال در شورای امنیت بندهایی وجود داره که میتونه به اقدام نظامی دست بزنه و حاکمیت ملی کشوری رو نادیده بگیره. به عنوان مثال اتفاقی که در جنگ کویت افتاد و همه تصمیم گرفتند و بر اساس قطعنامه شورای امنیت کشورهای جهان جمع شدن و رفتن کویت رو آزاد کردند. یا صندوق بین المللی پول ابزار پول رو داره، وقتی وام رو به شکل مشروط به شما میده شما ناچارید اون شروط رو رعایت بکنید که میشه همون تصمیمات صندوق بین المللی. کیوان، ما دو نگاه رو در دنیا داریم، یکی جهانی شدن ارتباط بیشتر، یکی دیگه هم که اخیراً بیشتر مطرح شده محلی گرایی، کشور من اول، منافع من اول. آنچه که ما این روزها از بحران ویروس کرونا در سطح جهان دیدیم، عیب و ایرادهای کدوم دیدگاه رو برجسته کرده؟ در دراز مدت پیشبینی این که دقیقاً چه اتفاقی میفته آسون نیست و با توجه به ابعاد این بحران کرونا و اینکه چطوری در نهایت کشورها موفق بشن جمعش بکنند هم قطعاً تأثیر میذاره بر همین اثری که بر روابط بین الملل خواهد گذاشت. اما اون چیزی که ما در اینجا شاهد هستیم این هستش که دو سو داره این بحث، دو سوی خیلی رادیکال داره که میتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم. یکیش این هستش که احتمال داره که اصولاً حتی صحبت درباره حکومت جهانی یا همون گلوبال گاورننس یا مثلا دادن مشروعیت و قدرت بیشتر به سازمان‌هایی مثل سازمان بهداشت جهانی دست کم در مورد بحثی مثل سلامت یا بهداشت جهانی افزایش پیدا بکنه و برخی به این نتیجه برسند که باید رفتار دیگری داشته باشند در ارتباط با دادن حاکمیت ملی به یک نهادهای فراملی مثل سازمان بهداشت جهانی، یا اینکه برعکس امکان داره که اساساً برخی از کسانی که با رویکردهای ملی گرایانه و پوپولیستی اصرار دارند که ما باید به فکر خودمون باشیم و کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من رو، استدلالش رو موفق بشن و بگن که ما نگفتیم، دیدید که در نهایت اون کسانی که به فکر خودشون بودن
بودند، اون کسانی که مرزهای خودشون رو بستند، اون کسانی که جلو جلو انبار کرده بودند، آماده بودند برای همچین بحرانهایی، موفق شدند که بهتر کنترل بکنند این بحران. همین الان هم در اتحادیه اروپا و در میان اعضاش اختلاف نظرهایی در همین زمینه وجود داره. در یکی دو هفته اخیر کمیسیون اروپایی اصرار داشت که شما مرزهاتون رو نبندید، صبر کنید و واکنش سریع نشون ندید، اما برخی از کشورها از جمله جمهوری چک و لهستان و اسلوواکی تصمیم گرفتند که زیر پا بذارن توصیه های بروکسل رو و زودتر مرزها رو ببندند. الان نزدیک به دو هفته گذشته از اون تصمیمات سخیرانه اون کشورها و امروز ما دیدیم که اتحادیه اروپا کم و بیش بخشی از همون تصمیم‌ها رو برای هر 27 کشور عضو داره اجرا می‌کنه. اون کسی که توی دولت چک اون تصمیم رو گرفته دو هفته پیش، حالا میگه که ببینید در نهایت این ما بودیم که به فکر شما بودیم، این ما بودیم که در پراگ زودتر به فکر منافع ملی خودمون بودیم و تونستیم شما رو از در واقع آلوده شدن به ویروس کرونا ازش جلوگیری بکنیم و منافع ملی کشورمون رو حل بکنیم. و برای من هم عجیب نخواهد بود اگر برخی از شهروندان خوشحال باشن از تصمیماتی که دولتشون در این زمینه اونجا به شکل یک جانبه گرفته. ممنونم از کیوان حسینی. همزمان با اعلام سیاست‌های جدید در اروپا و آمریکا برای کمک مالی و دادن تسهیلات به حقوق بگیران برای ماندن در خانه، امروز دولت ایران هم از اعطای یک سلسله تسهیلات برای اقشار آسیب‌پذیر خبر داد. این تسهیلات به 7 میلیون نفر از کارگران و حقوق بگیران تعلق می‌گیرد. ماندن در خانه برای حقوق بگیران روزمزد و کارگران آسیب‌پذیر در آمریکا، اروپا و ایران چقدر امکان پذیر شده؟ سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ماندن در خانه برای چینی‌ها جواب داد و زنجیره انتقال کرونا را شکست. مردم عزیز، از شما تمنا می‌کنم، استدعا می‌کنم، التماس می‌کنم و خواهش در خانه‌ها بمانید. توصیه و التماس به ماندن در خانه آسان است، ولی برای صدها میلیون کارگر و کارمند روزمزد در دنیا دو راه بیشتر وجود ندارند. یا در خانه بمانند و دستمزد خود را از دست بدهند، یا با رفتن به سر کار خود و دیگران را به خطر بیندازند. حالا دولت‌های جهان دنده اقتصاد کشورهای خود را عوض می‌کنند. بعضی‌ها مثل آمریکا کمی زودتر، بعضی‌ها مثل فرانسه و ایتالیا و اسپانیا اندکی دیرتر، بعضی ها مثل ایران خیلی دیر. اما باز دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است. در حال حاضر هیچ کارگر آمریکایی نباید نگران دستمزد نگرفتن باشد اگر احساس مریضی می کند. با وجود این وعده ها، دولت ترامپ چندان میلی به دادن مرخصی برای ماندن در خانه به کارگران و کارمندان نشان نداد، زیرا نگران ضرر دیدن کسب و کارها بود. اما دموکرات ها چانه زدند. نتیجه آن مصوبه‌ای شد که به شاغلان مبتلا تا 3 ماه مرخصی با 2/3 دستمزد یا 2 هفته مرخصی استعلاجی برای ماندن در خانه پرداخت می‌کند. تدابیری لازم اما نکافی، چون این تسهیلات فقط به شرکت‌های زیر 500 نفر داده می‌شود. یعنی شامل 80% حقوق بگیران آمریکایی که در شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند نمی‌شود. برای آنها هرچه کرم کارفرماست. خیلی از آنها مثل آمازون و اپل تسهیلات می‌دهند، اما خیلی ها هم نمی‌دهند. در اروپا چشم‌انداز برای خیلی از حقوق بگیران بهتر است، اما شرایط برای آنهایی که قرارداد موقت یا روزمزد دارند دشوارتر. دولت‌های اروپایی صدها میلیارد دلار کنار گذاشتند تا در خانه ماندن را برای حقوق بگیران ممکن کنند. زمان قابل توجهی را ما با تعارفات معمول در مدیریت در واقع مداخلهمون انجام دادیم. در ایران وقت زیادی از دست رفت، اما دولت سرانجام امروز تسهیلاتی را برای نیازمندان اعلام کرد. اون قشر از جامعه که در واقع داره حداقل امکانات نیستن، هیچ جا بیمه نیستن، حتی تحت پوشش کمیت امداد بهزیستی نیستن، از حداقلای لازم برخوردار نیستن. اونها قرار است دولت به این 3 میلیون نفر بین 200 هزار تا 600 هزار تومان پول بدهد و برای 4 میلیون نفر دیگر 4 میلیون دیگر کسانی هستند که شرایطشون به گونه ایه که ما از 1 تا 2 میلیون تومان به اینها قرض الحسنه نمیدیم. بانک ها قرار شد که 12% حساب بکنن، 8%ش رو هم ما از طرف سازمان برنامه بودجه تقبل میکنیم. مشکل برای این 4 میلیون نفر آن است که وام 4% یعنی ماهی 80 هزار تومان که خود کافی است تا اثر یارانه های آنها را بی اثر کند.
این کمک‌های دولتی فقط به 7 میلیون نفر میرسد. الان 3 بار به خدا یک قرار من در نیومده. ایران 26 میلیون کارگر دارد که حدود 10 میلیون نفر از آنها حتی دفترچه بیمه سلامت ندارند. در شرایط شیوع کرونا دیگر کسی حوصله بحث درباره خوب و بد نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم ندارد. اما حتی وقتی پروپا قرص‌ترین حامیان سرمایه‌داری صحبت از پرداخت 1000 دلار یارانه می‌کنند، روشن است که روش‌های سابق دیگر خریدار ندارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. این روزها قرنطینه و ماندن در خانه برای بسیاری امری ضروری ولی سخت و حوصله سربر شده. چقدر میشه کتاب خوند، فیلم دید، در شبکه‌های اجتماعی چرخید. اگه شما هم مشکل ماندن در قرنطینه دارید، مسابقه بعدی ما حتما به درد شما میخوره. مهیار محمدزاده، روان درمانگر از تورنتو کانادا با ماست. های دکتر، شما چه توصیه میکنید؟ سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. وقتی که در مورد بیماری کووید 19 صحبت میکنیم و مسائلی که برامون به وجود آورده، مخصوصا نگرانی و استراب، نکته اولی که من فکر میکنم باید در نظر داشته باشیم اینه که آگاه بشیم که روش برخورد همه ما با نگرانی و استراب متفاوته. بعضی ها شاید نگرانی رو بیشتر تجربه بکنن، بعضی ها کمتر. به همدیگه حق بدیم قضاوت نکنیم، به خودمون حق بدیم که نگران باشیم و مضطرب باشیم. به هر حال خانواده‌مون شاید تحت تاثیر باشه، دوستانمون، و برای ما مهاجرینم که تو ایرانم که بعضیامون اقوامی داریم، بالاخره نگران اونا هستیم. ولی در دوران قرنطینه اولین چیزی که به نظر من باید بهش توجه بکنیم اینه که بالاخره همون استرابا و نگرانی‌ها، تو خونه موندن شاید بعضی حوصله‌شون سر بره، بالاخره کلافه بشن، تنش شاید در بین افراد خانواده بیشتر بشه. برای همین یه سری نکاتی هستش که به نظرم باید خیلی بهش توجه بکنیم و سعی کنیم که اونا رو رعایت بکنیم. اولین نکته اینه که ما بدونیم که به هر حال تو ذهنمون که چه چیزهایی تحت کنترلمون هست و چه چیزهایی نیست. ما تا اونجایی که میدونیم بالاخره و توجهمون رو بذاریم رو چیزهایی که بیشتر تحت کنترلمون هستش تا چیزهایی که نیستش. برای مثال ما خود کووید 19 تحت کنترلمون نیست، ولی برای همین میتونیم توجهمون رو بذاریم بیشتر به اینکه علممون، آگاهیمون بیشتر بشه نسبت به مسائل که در دنیا داره اتفاق میفته، و به هر حال بتونیم به دیگران کمک بکنیم و تمرکزمون بیشتر به این مسائل بشه. در دوران قرنطینه یک، به نظر من یکی از مهمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک زمانی رو بذاریم کنار که با افراد خانواده در مورد استرابامون، در مورد نگرانیامون صحبت بکنیم، اطلاعات کافی رو با همدیگه در میون بذاریم و بتونیم که همراه همدیگه باشیم و سعی کنیم که بیشتر از تنش‌هایی که میتونه به وجود بیاد دوری بکنیم، و این دوران ساپورت کردن هستش. آقای محمدزاده، خیلی توصیه میشه به افرادی که در سنین بالا هستند که صرف نظر از اینکه حالا چقدر ممکنه سابقه بیماری داشته باشند، در خانه بمانند، کمتر معاشرت بکنند، برای اونها چه کاری میشه کرد؟ بله، کاری که برای اونها میشه کرد اینه که به نظر من اینکه همراهشون باشیم، تنهاشون نذاریم، زمان تنهایی رو در اختیارشون بذاریم که بتونن به کارهای شخصیشون هم بپردازن. اگر نیازی دارن شاید بتونیم بهشون کمکی بکنیم، و اینی که به هر حال در هم سرشون رو گرم بکنیم، بتونیم کارهای خلاقانه باشون انجام بدیم، و بتونیم که در مورد باز هم با اونام در مورد استراباتشون، در مورد نگرانیاشون صحبت بکنیم، اجازه بدیم که احساسایی که دارن، افکاری که دارن رو در میون بذاریم. یکی از کارهایی که حالا با افراد که مرخلی سنی ازشون گذشته و همه افراد خانواده میتونیم بکنیم اینه که یه سرگرمی هایی رو در نظر بگیریم، تمرینات ریلکسیشن باشون انجام بدیم، بتونیم که و همراهشون باشیم در این مورد. وقتی در مورد واکنش ها حرف میزنیم، گویا ترس از ویروس کرونا و توصیه هایی که به شستشو میشه نوعی وسواس ایجاد کرده. افراد زیادی هستند که گفته میشه به دلیل اینکه در شستن دستشون نوع افراط رو به کار بردن، حتی دستشون زخم شده یا آسیب دیده. این وسواس خیلی‌ها میگن که میتونه دلایل روانی داشته باشه. بله،
آقای موسوی، کسانی که سابقه بیماری‌های استراب، افسردگی، وسواس دارن کلن در این شرایطی که الان پیش اومده احتمالاً استراب بیشتری رو تجربه خواهند کرد. اینا بیشتر برمیگرده به یه مقدارش که میگم هممون حق داریم که این کار رو انجام بدیم و الان دیگه همه دارن از مایع ضد عفونی استفاده میکنن، الکل میزنن به دستشون، صابون میزنن و به هر حال قابل درکه که یکم بیشتر از حد معمول ما هممون این کار رو میکنیم، ولی بعضی ها که سابقه یک سری اختلالات رو دارن قطعا تجربه بیشتری خواهند داشتش. ممنونم از مهیار محمدزاده، روان درمانگر از تورنتوی کانادا با ما. اما تازه ترین کار شیرین نشاط، هنرمند سرشناس، مجموعه است از پورتره‌های بیش از 100 مهاجر آمریکایی از دید او که خود یک مهاجر ایرانی است. بخش مهمی از این عکس‌ها و یک کار ویدیویی همراه اون این روزها در گالری گودمن در لندن به نمایش گذاشته شده به عنوان سرزمین رویاها. کسرا ناجی که این مجموعه رو دیده میگه که این کار دستاورد مهمی برای هنر عکاسی و همینطور برای شیرین نشاط است. این سیمین است، عکاسی که در داستان این مجموعه تازه از شیرین نشاط بدل اوست و به گوشه ای از آمریکا می رود، در خانه ها را می زند و درخواست می کند اجازه دهند از افراد عکس بگیرد و از آنها می خواهد از خوابهایشان بگویند، خوابهایی که اون می خواهد آنها را تعبیر کند. نتیجه مجموعه ایست گیرا از پورتره‌های افرادی عادی، از فقیر و غنی، از زن و مرد، از پیر و جوان. این انریکه زاپاتا، 94 ساله، از آلباکرکی نیو مکسیکو. شیرین نشاط میگوید این مجموعه نگاه اوست به جامعه مهاجر آمریکا، نگاه یک مهاجر ایرانی به آمریکایی ها. کندوکاو این جامعه. او میگوید در آمریکا این روزها ورق برگشته، بر خورده، آدم‌های جدیدی روی کار آمدند. رشد نژادپرستی مهاجران را تهدید می‌کند. این یکی سرباز در ارتش آمریکا، مانوئل مارتینز، با خالکوبی‌هایش و خواب‌هایش. شیرین نشاط میگوید تحولات این روزها در آمریکا میتواند نهایتا به یک گسست اجتماعی بیانجامد. شیرین نشاط has been شیرین نشاط مدت هاست که یکی از شخصیت‌های مهم دنیای هنره که در نیویورک زندگی می‌کنه. در تبعید، چون نمی‌تونه به ایران برگرده که کشورشه، کشوری که خانواده‌اش هنوز در اون زندگی می‌کنن. هنرمندی که از عکاسی گرفته تا سینما کارهای زیادی خلق کرده و این جرأت رو داشته که هر از گاهی هنر رو کنار بگذاره تا بتونه برداشت بهتری از اون پیدا کنه. کسی که می‌تونه سوژه‌هاش رو که بهشون احساس نزدیکی می‌کنه، طوری عمیق بررسی کنه. Exploring them in meaningful ways. برای این تازه ترین مجموعه از عکسهایش شیرین نشاط بساط استودیوی عکاسی سیارش را به خانه های مردم برد و از آنها از رویاهایشان پرسید و از خوابهایشان، خوابهای خوب و بدشان. میگوید متوجه شد که انسان ها در رویاها و آرزوهایشان چندان متفاوت نیستند. در این مجموعه آثار او نکات اصلی خوابها را به تصویر کشیده در کنار پورتره ی افراد. این ویدیو از او در حال کار از بخشی از مستند موزه معروف برود در لس آنجلس گرفته شده. خطاطی فهیمه گوران هم جز مهم این پورتره هاست. نوشته هایی از متون فارسی کتاب های قدیمی تعبیر خواب را او به خط فارسی ترسیم کرده. خواب های افراد در نیو مکسیکو نچندان متفاوت از خواب های افراد در ایران قدیم و شاید امروز. جزی از این مجموعه آثار فیلمی است در دو قسمت از سیمین که در این گوشه ای آمریکا از افراد عکس میگیرد و از خواب هایشان میپرسد. It is a dream. It's a nightmare.
این مرد میگوید این رویا نیست، کابوس است که او دارد. اما در این مسیر سیمین به تأسیساتی وارد می شود که در آن عده‌ای از ایران دارند عکس‌های او را و خواب‌های افراد را تجزیه و تحلیل می کنند تا دشمن را بهتر بشناسند. سفری در خیال‌ها، در متن دشمنی‌های ایران و آمریکا. You come in and you're immediately wrapped by these works, these portraits where everyone. وقتی وارد گالری میشید بیشتر از 60 پورتری از افراد مختلف شما رو احاطه میکنه که همه به شما زل زدن. عکس‌های سیاه‌سفید که سبک شیرینه. بعد که به طبقه پایین میرین دو نمایش ویدئویی رو میبینید که در اون یک زن جوان که بدل شیرینه بازی میکنه و وقتی دوباره به طبقه بالا میایید و عکس‌ها رو میبینید متوجه میشید که داستانی در پشت این عکس‌ها وجود داره که در وهله اول چندان واضح نیست. Engaging with these portraits again, that there is a story behind them. این عکسی از کنسوئلو کوینتارا. کارهای شیرین نشاط همه ریشه در تجربه های شخصی او دارد، به عنوان مهاجری که از وطنش دور افتاده و همه تأثیرهای روانی این دوری. در کارهای او ابهام هم جای زیادی دارد، چه در تنظیم عکس و چه در نگاه سوژه. در این عکس‌ها مهاجران را مثل سایر انسان‌ها آنطور که هستند می‌بینیم، با همه قوت‌ها، ضعف‌ها و شکنندگی‌هایشان. و بیم و امیدهایشان. دستاوردی بزرگ برای هنر عکاسی و شیرین نشاط. کسرانجی، بی بی سی، گالری گودمن، لندن. اگه اهل توییتر هستید و زبان انگلیسی هم بلدید احتمالاً تا حالا با توییتر خداوند آشنا شدید، یک حساب توییتری پرطرفدار که از زبان خدا درباره مسائل مختلف پیام‌هایی رو به طنز منتشر می‌کنه. گرداننده این حساب توییتری که بیشتر از 6 میلیون دنبال کننده داره، بعد از اعتراض‌های آبان درباره مسائل ایران هم شروع کرده به توییت کردن، مثل این توییت که ترجمهش میشه ایران قوی باش، دستای خودت رو هم بشور، دولتت رو هم همینطور. یا این توییت که بعد از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه نوشت و در اون گفت دولت ایران غیر عمد هواپیما رو ساقط کرد، وقتشه که مردم به عمد حکومت رو ساقط کنن. یا همین روزها که پیامی رو به فارسی منتشر کرد با این مضمون: ایران، کسی بادمجون من رو دیده؟ این آخری البته واکنشی بود به چند ویدیو ساختگی و جنجالی که گویا از آسمان تهران بادمجان میبارد. همکارم رعنا رحیم‌پور گفتگویی داشته با کسی که پشت حساب توییتری خداست. او فردی طنز پردازه و این مصاحبه هم طنزه. در پایان این برنامه 60 دقیقه من شما رو به خدا و خدای توییتر رو هم به رعنا میسپارم. میشه از داستان بادمجون شروع بکنیم؟ جریان بادمجون چی بود؟ بله، اون من واقعا سر اون قضیه عذرخواهی میکنم، همش تقصیر من بود. من و عیسی مسیح داشتیم خوراک بادمجون درست میکردیم، دیگه خودتون میدونین چقدر بریزو به پاش داره. بادمجون از روی پیشخونه آشپزخونه افتادن روی زمین. حالا نگران نباشین، بادمجون ها سرشار از ویتامین خدا هستند. به نظر میاد که شما چند وقتیه که توجه ویژه‌ای به ایران دارین، علتش چیه؟ سابقه آشنایی من و ایران به خیلی قدیما برمیگرده، به حال هوش سلسله مادها. اونا حرف نداشتن، اشکانیانو که دیگه نگو و نپرس، کارشون درست بود. خلاصه من با ایران حال میکنم، ولی این 40 سال اخیر اصلا با این آخونده حال نکردم. افرادی با مذاهب مختلف ادعا کردن که میتونن بیماری کرونا رو مداوا بکنن، نظر شما چیه؟ همشون اشتباه میکنن، هیچ مذهبی نمیتونه ویروس کرونا رو علاج کنه، اما در خیلی از موارد ویروس کرونا میتونه مذهب رو علاج کنه. به نظر شما چه چیزی خطرناکتر از ویروس کرونا است؟
حقیقت رو بخواید نسل بشر مسلما این از همه خطرناکتره. البته یه شهاب سنگ هم هست که قراره به زودی بفرستم. یه زلزله کوچولو هم هست که دارم روش کار میکنم. حالا نمیخوام همه برنامه‌مو لو بدم، ولی دارم روی یه فاجعه طبیعی جدید کار میکنم که حسابی سورپرایز بشید. الان نمیگم چیه، فقط یه سرنخ بهتون میدم. آتش و گل و یه یخ قطبی قود پیکر. برو حالشو ببر. مشکلتون با دونالد ترامپ چیه؟ مشکلم با دونالد ترامپ بس ببینم. خب اول از همه دیوونه است، بعدش پلیده، بعد احمق، خرفت، انزجارآور و خلاصه هر صفت منفی که برای یه آدم دست کوچولوی مغز فندقی میشه تصور کرد. رهبران ایران و آمریکا هر دو میگن که به خدا اعتقاد دارند. به نظر شما خدا به کدوم یکی از اونها اعتقاد داره؟ من همونقدر بهشون اعتقاد دارم که میدونم اونا از ته دل به من اعتقاد دارن. واکنش شما در توییتر به کسانی که دعا میکنن معمولا منفیه، یعنی هیچ حرف مثبتی نیست برای گفتن؟ معلومه، حرف مثبت و دلخوش کنی که زیاد دارم. خدا بزرگه، سختی کشیدن آدم رو میسازه. تور سگا با نمکن. همین ستا، من این ستا رهنمود مثبت رو برای بشر دارم. بعضی معتقدند که توییت هایی که شما میکنید به نوعی کفر گفتنه. چه جوابی به اونا دارین؟ خنده دارترین واکنششون وقتیه که میمیرن میان دم در بهشت، منم در براشون باز میکنم. ولی وقتی توییت هایی که راجع بهم نوشتم میخونم، تله جهنم و زیر پاشون باز میکنم. دیدن قیافشون وقتی میافتن همیشه خنده داره. به نظر شما ممکنه ویروس کرونا باعث انقراض نوع بشر بشه؟ بعید، ولی من سعی خودم رو میکنم. متشکرم از وقتی که به ما دادید و امیدوارم که از این گفتگوی طنز لذت برده باشید. ممنون از همراهیتون با 60 دقیقه امشب. خدا نگهدارتون.